جناب شیخ مرتضای انصاری علی‌الله مقامه یک شاگردی دارند به نام شیخ علی رشدی که خودش از فقهای بزرگ بوده. او نقل میکنه، میگه یه زمانی از راه کربلا از طریق آب فرات برمیگشتم به نجف، سوار کشتی بودم. اهل کشتی همه اهل حله بودن و سنی بودن، همشونم مشغول لهو و لعب و گناه، به غیر از یه نفر توشون بود خیلی باوقار و متین و سنگین نشسته و این مخالفین طعن در مذهب او میزدن، مسخرش میکردن، این رافضیه، این شیعه است. میفرمایند که در کنار ساحل که رسیدیم چون آب کم بود ما رو از کشتی پیاده کردن، با او رفیق شدن. گفتم که تو بین اینها امتیاز داری. گفت اینها خیلی هاشون فامیل منن، بستگان منن. گفتم معلوم میشه تو از اونا نیستی. گفت نه، من پدرم از اینها بود، با اهل بیت کار نداشت، اما مادرم شیعه بود و من به برکت ولی عهد شیعه شد. گفتم قصه تو میگی برام؟ گفت بله. گفت اسم من یاقوته، شغلم هم فروختن و خریدن روغن بود. یه سال رفتم برای خرید روغن پیش اعراب بیابان، تو بیابونها که قبایل هستن، میرفتم از اونا روغن رو میخریدم، جمع میکردم میوردم هله، کنار جسم میفروختم. وقتی که رفتم اونجا در یک منزل خوابم برد، وسائل اون زمان پای پیاده، پستگی های راه، گفتم قافله از پشت سر میاد، قافلی از عقب میومد، تا اونا برسن من بخوابم. خوابم برد و وقتی که از خواب بیدار شدم میدم قافله هم عبور کرده و رفته. هوا گرم بود، تشنگی غوغا میکرد. درمانده شدم، به شیخین توسل یافتم. سنی مذهب بودم، اونها هم خلفام بودن، به اصطلاح قبولشون داشتم. هی صداشون زدم، هی داد زدم، گریه کردم، هیچ خبری نشد. یه مرتبه یادم اومد که مادرم که شیعه است میگفت که مادر، ما شیعیان یه امام دوازدهم داریم، کنیه او عباساله، اگر کسی گرفتار بشه صداش بزنه زود کمکش میکنه، دستشو میگیره، مددش میکنه، تو بیابون بمونه یاریش میکنه. فریاد زدم چند مرتبه، یا ابا صالح المهدی، یا ابا صالح المهدی، تو که آقایی هستی که مادرم میگه یاری میکنی ضعفا و فقرا و درماندگان رو، اگر منو نجات بدی منم به دین مادرم در میام، شیعه میشم، دست از یه اعتقادات هم بر میدارم. عهد بستم. تا صداشون زدم و یا ابا صالح گفتم، یه مرتبه دیدم که یک آقایی از دور دارن میان، عمامه سبز زیبایی هم به سرشون دارن و آمدن کنار من، با من دارن راه میرن. راه رو به من نشون دادن و امر کردن که به دین مادرت در بیا، مذهب حق، مذهبی است که مادرت داره. بعد فرمودن که به زودی به یه قریه میرسی، اونجا همشون شیعه هستن، در اونجا 1000 نفر زندگی میکنن، اکثرشون هم شیعه هستن. گفتم آقا شما همراه من نمیای؟ فرمودن نه. فرمودن 1000 نفر در اکناف و اطراف عالم گرفتارن، دارن منو صدا میزنن، خوام برم اونها رم کمکشون کنم. این رو فرمود و ناگهان دیدم که از نظرم غیب شدن، ناپدید شدن. رفتم به قریه رسیدم، دیدم همشون شیعه ان. عالمی داشتن به نام سید مهدی قزوینی، نزد او رفتم، قصه رو گفتم، اون معالم دین رو به من آموخت. بعد ازش یه درخواست کردم، گفتم حالا که شیعه شدم من یه دونه آرزو دیگه دارم. گفت چیه؟ گفتم دلم میخواد یه بار دیگه مهدی رو ببینم. این دفعه که دیدمش نشناختمش که باش آشنا نبودم.